با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: پامال شدن قانون بجای عملی کردن قانون. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید بجای عملی شدن قانون زیر پا میشود. قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ. انتخابات پرچالش و خلاصه سازی امنیت در یک گزارش. نهادهای نظارت کننده انتخابات گزارش نهادهای امنیتی را درباره امنیت انتخابات واقع بینانه نمیدانند. تا جایی که ما در تماس هستیم، پارتنران خود با هم داریم، گزارشاتی به دست میاریم زود واقع بینانه نمیتونه باشه. فقط یک پوشش خبری هست، یک پوشش رسانه‌ای است برای ارگان‌های امنیتی. چنگال غاصبان زمین چسبیده به زمین‌های پارک‌های صنعتی. آیسا می‌گوید هنوز هم بخش بزرگ زمین‌های پارک‌های صنعتی در دست غاصبان است. چون غصب زمین یک مشکل عمومی کشور ماست، فلحاظا در هر جایی که ما اقدام می‌کنیم که ما پارک صنعتی ایجاد می‌کنیم، در اونجا ما بسیار مشکلات مواجه و صدای انفجار از کابل تا بغداد. در حمله انتحاری در کابل دو پلیس کشته شدند و در انفجار دو موتور بمبگذاری شده در بغداد 13 غیر نظامی جان باختند. سلام و شب شما بخیر. نظارت کنندگان انتخابات گزارش نهادهای امنیتی را درباره امنیت انتخابات واقع بینانه نمی دانند، اما از این نهادها می خواهند تا در تأمین امنیت مراکز رایدهی صادق باشند. نهادهای ناظر انتخابات می گویند که امنیت ولسوالی ها در انتخابات بسیار با اهمیت است و برای برگزاری انتخابات سراسری و شفاف نهادهای امنیتی باید در گفته هایشان صادق بمانند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید که گزارش کمیسیون بررسی امنیت انتخابات بیشتر جنبه تشویقی دارد. چگونگی تامین امنیت یکی از پهلوهای درشت انتخابات پنداشته می شود. اما آنچه که در گزارش نهایی نهادهای امنیتی آمده است، ظاهرا امنیت نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود. تا جایی که ما در تماس هستیم، پارتنران خود با هم داریم، گزارشاتی به دست میاریم زود واقع بینانه نمیتونه باشه. فقط یک پوشش خبری هست، یک پوشش رسانه‌ای است برای ارگان‌های امنیتی و یک فرصتی است برای مثبت ساختن اسانامه در جهت اشتراکشان در روز انتخابات. امنیت هنوز هم از دلهره های اصلی نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان به شمار می رود. مسئله تامین امنیت یک مسئله ضروری است برای انتخابات افغانستان، که اگر گراف ناامنی بالا بره بدون شک تاثیرات منفی خود داره، ولی ما امیدوار هستیم که حکومت و جامعه جهانی که متحدن برای برگزاری انتخابات شفاف، اینا با تشریک مساعی بتانه تامین امنیت خوب را برقرار بکنن. اما اینجا در مجلس سنا هم بسیاری از سناتوران دل خوش از گزارش نهادهای امنیتی درباره تامین امنیت انتخابات ندارند. ناسم رپورت دی په یو ولسوالۍ کې چې تاسې هلته حکومتداري ونه لرئ، څارنوال پکښې نه وي، قاضي پکښې نه وي، مامور د مالیې پکښې نه وي، او هغه د یو امنیتي پوستې حیثیت ولري، تاسې هلته انتخابات چیرې کولی شئ؟ ای گزارشی را که بخشای امنیتی ما داده هیچ حقیقت نداره، واقعیت نداره، ولی در ولایتی که در سالهای گذشته ما هیچ نوع مشکلات امنیتی نداشتیم و فعلا 22 سایتی ما در 8-9 ولسوالی ما زیر تهدید است، پس چه قسم و با کدام جرأت و با کدام وجدان پاک بخشای امنیتی ما گزارش میده که ما تامین امنیتی انتخابات به صورت اساس گرفتیم و اطمینان میتن که ما هیچ نوع مشکلاتی در انتخابات آینده نداریم. در انتخابات سال 2009، 900 مرکز رایدهی به علت تهدیدهای امنیتی غیر فعال بودند، اما اکنون این آمار به 414 مرکز کاهش یافته است. کمیسیون امنیت برگزاری انتخابات 6 ماه در بخش‌های گوناگون کشور رفتند و اوضاع امنیتی را برای برگزاری انتخابات بررسی کردند. اما دیده شود که در بیشتر از 93% مرکزهای رایدهی براستی مردم خواهند توانست تا به پای صندوق‌های رای بروند. غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، برای بحث بیشتر در این زمینه با ما هستند. آقای ناصری، خیلی خوش آمدین. سلامت باشین. واقعا چقدر فاصله است از گزارش نهادهای امنیتی در مورد امنیت برگزاری انتخابات تا امنیت در روز انتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا روز انتخابات حدودی بیشتر از دو ماه و 20 روز ما و شما فاصله داریم و نزدیکی 3 ماه میشه از امروز تا روزی که انتخابات برگزار میشه و گزارشی که داده شده یک مقداری باید روشنی انداخته میشد توسط مسئولین محترم سکتورهای امنیتی در چند بخش یک فرزن حوزه های رای گیری را و مراکز رای دهی را باید مشخص میکردن که چه تعدادی از کل به اصطلاح سایت های انتخاباتی اینا دور از معرض تهدید بالقوه و بالفعل است بعد در چه بخش های تهدید های امنیتی 100% و چه در بخش های دیگر به اصطلاح و تهدیدهای امنیتی در حد وسط قرار داره. حالا در مجموع گفته شده که تا 94% امنیت مراکز تامین میشه. خب پیش بینی هایی کردن و گزارش هایی که دادن اول می که یک مقداری به متاسفانه به طول انجامید حدود یک هفته نزدیک 10 روز به تاخیر افتاد. این دلیل برای بوده که در قسمت استیمیت و پیش بینی های و آمارگیری که سکتورهای محترم امنیتی دست به دست هم دیگر دادن در این قسمت ناکام بودن که باید در سری وقت چون تقویم انتخاباتی است وقتی که روز و ساعت از تعیین میشه هیچ گونه به اصطلاح تغییراتی در اون نباید بیایه و یه دلیل بریز که نتونستن به یک جنبندی درست برسن و بعد از اینکه او را اعلان هم کردن شما بینین همونطوری که در خود خبر ما و شما شنیدیم در انتخابات قبلی حدود 900 مراکز رایدی رو به تعدیلی بودن و تبدیلی به یک فاجعه شدن و فعلا وقتی که میگه 414 مراکز رایدی در معرض تعدید هستن و به عبارت دیگر بسته خواهد بود گرچه سکتورهای محترم امنیتی مسئولین اعلان کردن که ما تلاش خواهیم کرد که وضعیت تغییر بدیم منتها اگر واقعا اولی منطبق با واقعیت افغانستان اگر باشه بسیار گام مثبتی و گذشته از این اگر بیشتر از این که بر فرض واقعیت هم داشته باشه اگر بیشتر از این تهدیدهای امنیتی انکشاف پیدا نکنه بسیار گپ خوش ولی ما حالا شما چقدر واقعی بینانه میدونین این گزارش با توجه به وضعیت امنیتی که فعلا جاری است در افغانستان ما زیاد به این نمیخوایم که زیاد تفسیری بعدم بکنم ولی این مقدار میتونم به شکل اجمالش که این گزارش خلاف واقعیت است چرا به خاطر از اینکه ببین در سطح 11 تا ولایت تنها مثلا گفتن در جنوب در جنوب غرب و در شمال شرق افغانستان یعنی این کاتگوری که دوستا ایر بیان کردن و آمار دادن شامل 11 تا ولایت میشه خود در 11 تا ولایت وقتی این هم مراکز ریدی و ولو پخش هم باشه اینا در معرض یعنی از با عنوان سایت های کلوز اینا اعلان شوه و خبر خوشایند برای مردم افغانستان نخواهد رای چاره چی است فکر میکنین در این مدت و فرصتی که باقی است چه کار میشه برای امنیت انتخابات کرد او عبارتی عزیز که باید خوب شدیداً بالفعل آماری که گرفته شده خوب دقت شده که بخشی از مراکز به شکلی به اسلام مناطقی که اونجا نیروهای مسلح ضد نظام افغانستان حضور داشته اینا با برگشته به همون جایگاهی هستی و مراکز دستش که عبارت از پاکستان باشه به خاطر از اینکه این یک بخش مناطق سرسیر شده و نمیتونه اینا به اسلام به شکلی دراز مدت اینجا حضور داشته و فرض مسئله اینه که روزهای انتخابات وقتی که برگزار میشه در سال آینده و فضایی است که به برفا اگر برفم باشه آب میشه و هوا گرم میشه و مسلمه که این وضعیت بر فرض منطبق با واقعیت باشه ما بلخو زیاد به باور ندارم و کلش هم رد نمی کنم ولی این منطبق با واقعیت موجود در افغانستان نیست و ما می بینیم که به اسلام مسائل های انفجارات انتحارات بسیار شدید است مسائل های نامنی گستردر تر از این چی است چیزی که بالاخره بسیار توقع می و عبارت عزیز که شدیدن ما تقاضا میکنم تقاضا مندیم به عنوان عضو کوچک جامعه افغانستان از تمام سکتورهای محترم امنیتی که واقعا گزارش ها را منطبق با واقعیت به هیچ وجه گزارش های غلط و گزارش هایی که بالاخره بر واقعیت افغانستان منطبق نباشه اینا را برای مردم نده که باز فردا اینا دچار مشکل میشه خدای نخواسته باز فردا اگر رفت قضیه بالاخره منجر شد به این قضیه ای که به اصطلاح سر تناقض در آورد باز وقت این بسیار برای از اینا پیامد سنگین خواهد داشت غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان ممنون از حضور شما سلامت باشید
در یک حمله انتحاری در کابل دو پلیس کشته شدند و 21 تن دیگر زخم برداشتند. در میان زخمیان این رویداد 3 زن و 3 کودک نیز دیده شدند. این رویداد عصر امروز در منطقه یکتوت هنگامی رخ داد که انتحار کننده سوار بر یک موتورسایکل مواد منفجره همراهش را در برابر موتور کارمندان پلیس منفجر کرد. نشانه حمله کننده انتحاری به یک موتور افسران پلیس چرخید. در این موتر، آنچنان که مقام های امنیتی در محل رویداد می گویند، بیشتر آموزگاران و افسران مرکز آموزشی پلیس بودند و در هنگام برگشت به خانه در تیرس یک مهاجم قرار گرفتند. در خانه شش نبودیم که یه انفجار شد نه گرم باز کرد او بیدر پش شد اونجا بیدر ما زنگ زدیم شاهدان میگویند که در این رویداد به پلیس زن نیز آسیب رسیده است. این مسیر بارها گواهی حمله های انتحاری و انفجارها بوده است و در واقع جاده کابل جلال آباد و یکی از شارک های بسیار مهم اقتصادی کشور به شمار می رود و دیگه ای که در مسیر این جاده چندین نهاد خارجی وجود دارد. به همین دلیل این جاده بارها گواهی حمله های انتحاری بوده است. شریف امیری، تولونیوز. رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید بجای عملی شدن قانون زیر پا گذاشتن قانون در کشور به یک فرهنگ مبدل شده است. رئیس این کمیسیون میگوید که این نهاد نمیتواند به تنهایی قانون را بر همگان عملی سازد. افغانستان در بسیاری از بخش‌ها از نبود قانون و یا نارسایی در قانون رنج میبرد. با این هم تا کنون نه تنها در کشور فرهنگ قانون پذیری نهادینه نشده است، بل هر روز در این کشور قانون زیر پا می گردد. در اینجا 10 سالگی قانون اساسی کشور را گرامی می دارند. اما عملی نشدن این قانون نگرانی های فراوان را به بار آورده است. این را حقیقت را بپذیریم که هنوز در نیمه را قرار داریم. هنوز چلنج های در پیش رو داریم. هنوز مشکلات هست که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است. شمار از شهروندان کشور بر عملی شدن یکسان قانون در کشور تاکید می‌ورزند، اما می‌گویند که دولت مردان بزرگترین قانون شکنان این سرزمین هستند. هیچ قانون مانو نیست بدر، قانون است بدر زورمندی است. فهمیدی؟ در افغانستان که قانون چی کنیم که 10 سال را مانده که 15 سال 20 سال شد از کلانای ما قانون مراحت نمیشه. قانون پیش از هر پرده افغانستان محترم است. اگر قانون نباشه در مملکت به خودتری یا هر چیزی رخ میده. قانون اساسی 10 سال پیش در 12 فصل و 162 ماده در لویه جرگه قانون اساسی تصویب شد و بیشتر تحولات و فعالیت ها در نظام کنونی بر بنیاد این قانون تنظیم شده است. قانون نظامی از انجارهای یکسان است که برای نظم بخشیدن رفتارهای انسانی در یک جامعه به کار می رود و عملی شدن آن از ویژه های قانون است. اما در کشور ما گفته می شود که قانون بیشتر از سوی زورمندان و مقام های دولتی زیر پا گذاشته شده است. سید آزم آرش، تولونیوز. صدها تن از پناهجویان افغان در شهر بروکسل بلژیک پس از رد شدن درخواست‌های پناهندگیشان از نزدیک به 2 ماه در یک کلیسا زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که این پناهجویان در واکنش به رد شدن درخواست‌های پناهندگیشان بارها اعتراض کردند، اما این اعتراض‌ها بر پذیرفته شدن درخواست‌هایشان اثرگذار نبوده. وزارت خارجه در باره این پناهجویان می‌گوید که امنیت کشور بهبود یافته است و آنان باید به وطن برگردند. مداخله خارجی ها در انتخابات شفافیت این روند را زیر پرسش خواهد برد. شماری از فعالان مدنی با اشاره به افشاگری های وزیر دفاع پیشین آمریکا درباره مداخله مقام های آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین از کشورهای جهان میخواهند تا در این روند مداخله نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به هیچ کشور و یا هیچ نهادی اجازه نخواهد داد که در کار این نهاد مداخله کند. با پرده برداری وزیر دفاع پیشین ایالات متحده ای امریکا درباره مداخله این کشور در انتخابات دوره گذشته، شماره از اعضای جامعه مدنی می گویند که مداخله خارجیان در انتخابات پیامدهای بدی خواهد داشت.
کتاب گیتس در ارتباط با افغانستان بیانگر تشویش‌های جدی ایالات متحده آمریکا به خصوص در بخش سیاست‌های خارجیش در مورد افغانستان است. آنچه گیتس تذکر می‌دهد مهمترین بخش چگونگی مداخله آینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان است و این تا زمان متصور است که افغانستان نتانه به صورت دقیق خودش حاکمیت خود و همچنان توانایی خود در چگونگی تدویر انتخابات به کار برده. ما از ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند. مداخله در انتخابات افغانستان کشور را به بحران می‌کشاند. از سوی هم ریاست جمهوری میگوید که افشاگری های رابرت گیتس نشان میدهند که انتقاد های رئیس جمهور کرزی از مداخله در انتخابات دوره گذشته درست بودند. این افشاگری های تازه از جانب وزیر دفاع پیشین ایالات متحده آمریکا در کتابش در واقع یک بار دیگه همو اظهارات و گفته های رئیس جمهور را تایید میکنه که تلاش های عمدن به خاطر بدنامسازی آرای بر حق مردم افغانستان جریان داشت و به همین دلیل بود که رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم مداخله از آمریکا اطمینان خواست و حتی او را به عنوان یکی از پیش شرط‌های امضای سند امنیتی مطرح کرده بود. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نهاد از هر گونه مداخله جلوگیری خواهد کرد و کسانی را که تلاش به مداخله کنند نیز افشا خواهد ساخت. د اداره د دیجمنتیا لري چې راتلونکو ټاکنو لپاره د افغانستان خلکو ته لاسرسی برابر کی او هیڅ ته اجازه ورنه کی چې په راتلونکو ټاکنو کې مداخله وکړي، که حکومت وي، که خارجیان وي، او که همدارنګه د دولت غړي وي، که کاندید وي، که نور زورداران وي، تر څو د کوم کاندید په نفع باندې یا په خلاف باندې راتلونکو ټاکنو نتیجه وسرخی د ټاکنو خپلواک کمیسیون به اجازه ورنه کی. اعضای جامعه مدنی کمیسیون مستقل انتخابات و شماره از باشندگان کابل هشدار می‌دهند که مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت انتخابات را زیر پرسش خواهد برد و از کشورهای جهان می‌خواهند تا در انتخابات ریاست جمهوری بی‌طرفی‌اش را نگه دارد. مردی که همسر 28 سالش را در شهر مزار شریف کشت از سوی پلیس بازداشت گردیده است. آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید که این مرد در بررسی های نخستین اعتراف کرده است که نیمه های دیشب همسرش را خفه کرده است. تا لحظات دیگر، واکنش دیدبان حقوق بشر به مرگ نخست وزیر پیشین اسرائیل. شرم‌آور است که شارون بدون رسیدگی به جنایاتش به قبر گذاشته می شود. باز هم خوش آمدید. در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در عراق 13 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق این انفجارها امروز در شهر بغداد رخ دادند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است. این انفجارها در حالی رخ می‌دهند که نظامیان عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه از جنگجویان سنی مذهب در تلاشند. انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده بر روز یک شنبه آرامش نسبی شهر بغداد را برهم زد. به گفته مقام‌های امنیتی عراق انفجار نخست هنگام رخ داد که یک موتر بمب‌گذاری شده در اگیزگاه موتر منفجر شد. این مقام‌ها می‌افزایند که در انفجار دوم شمار از بس‌ها و تاکسی‌ها نیز آماج قرار گرفتند. در همین حال مقام‌های بهداشتی عراق وضعیت شمار از زخمیان را نگران کننده می‌دانند و از احتمال افزایش تلفات این رویداد سخن می‌گویند. این انفجارها در حال رخ میدن که نظامیان عراقی در تلاش شکست جنگجویان وابسته به القاعده در ایالت انبار این کشور هستند. همزمان با این تلاش ها نخست وزیر عراق خواستار اتحاد مردم این کشور در پیکار با حراس افغانی شده است. وی میگوید که پیکار در برابر جنگجویان القاعده مسئولیت تمامی فرقه های مذهبی در این کشور است. لا معركتكم جميعا شئتم ام ابيتم. این نبرد مربوط به یک فرقه و یا یک ملیت نیست، بل این پیکار مربوط به تمامی ملیت ها و تمامی فرقه های مذهبی است. در غیر آن هر کس قربانی این آتش سوزان خواهد شد. نخست وزیر عراق در حال از مردم این کشور در پیکار با حراس افغانی درخواست کمک می کند که در حال حاضر شهر فلوجه به دست جنگجویان وابسته به القاعده است و تلاش های آنان برای تصرف کامل شهر رمادی نیز ادامه دارند. گفته می شود که از آغاز درگیری ها در شهرهای
فلوجه و رمادی تا کنون 60 غیر نظامی کشته شدند و 297 تن دیگر زخم برداشتند. پس از درگذشت آرل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، دیدبان حقوق بشر عدم رسیدگی به جنایت‌های جنگی وی را شرم‌آور می‌داند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، جای شرم است که آرل شارون بدون رسیدگی به جنایت‌هایش، به ویژه کشتار گروهی صدها فلسطینی در لبنان، به قبر گذاشته می‌شود. آرل شارون پس از 8 سال در کما بودن، دیروز در یک بیمارستان اسرائیل در 85 سالگی جان باخت. تا لحظات دیگر، زمین های پارک های صنعتی در دست غاصبان. باز هم خوش آمدید. و بخش بزرگ از زمین های پارک های صنعتی غصب شدند. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان با پخش گزارش سالانه این نهاد میگویند با آنکه در یک سال گذشته بخشی از زمین های غصب شده در پارک های صنعتی پس گرفته شده، اما انوز هم زمین های بسیاری در دست غاصبان است. در حالی که شمار زیادی از کارخانه داران خواستار دریافت زمین برای ایجاد کارخانه هایشان در پارک های صنعتی در کشور هستند، به گفته مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان، بیشترین بخش زمین های این پارک ها یا غصب شدند و یا هم به کسانی داده شده است که از این زمین ها یا به اهداف بازرگانی استفاده می کنند و یا هم ذخیره گاه ساختند. به گفته اداره آیسا، 50% از زمین های پارک های صنعتی در کابل و هرات در اختیار کسانی است که کارخانه دار نیستند. چون غصب زمین یک مشکل عمومی کشور ماست، فلهازا در هر جایی که ما اقدام میکنیم که ما پارک صنعتی ایجاد میکنیم، در اونجا ما با بسیار مشکلات مواجه شدیم. یو زروش پیت فابریکی ان ادی توسی پلانده، ولی متاسفانه که پارک تراشی 201 نوی فابریکی کار کوي. متاسفانه چې دغه ولی خلکو نیولې خارجانو ته پکرا ورکړي، خلکو نیولې دي د وارداتو ګودامونه پکې جوړ کړي، خلکو نیولې هلته رهایشي ځایونه پکې جوړ کړي دي. اداره آیسا میگوید این اداره در سال 2014 میلادی تلاش خواهد کرد تا گذشته از ایجاد یک بانک صنعتی در کشور، 15 میلیون دلار را برای ایجاد پارک های صنعتی نو در کشور هزینه کند. در آخر نگاهی دیگر به چند خبر. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید به جای عملی شدن قانون، زیر پا گذاشتن قانون در کشور به یک فرهنگ مبدل شده است. در یک حمله انتحاری در کابل، دو پلیس کشته و 21 تن دیگر زخم برداشتند. و در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در عراق، 13 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخم برداشتند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.